سلام به همگی، حالتون چطوره؟ امیدوارم عالی و پر انرژی باشید. من فاطمه خمسه هستم و توی این کانال اصطلاحات و فریزال ورپ های سریال فرندز رو آموزش میدم. توی این پست میخوام یه سری از جملاتی رو که از سریال فرندز درآوردم و به همین شکل میتونید ازشون استفاده بکنید بهتون آموزش بدم. یه پلیلیست درست کردم، کلا جملاتی که فکر میکنم که به صورت روزمره به همون شکل میتونید استفاده بکنید. حالا نهایت یه تغییر کوچیک باید توش بدیم، ازشون از تو سریال فرنس در میارم یا اینجا بهتون میگم. فکر میکنم خیلی به کارمون بیاد، چون همین که خب جمله آماده است به همون شکل میتونیم استفاده کنیم، خیلی کارمون راحت میشه. همین که وقتی مرتب تکرارش میکنیم جمله سازی کنم به انگلیسی برامون راحت تر میشه دیگه. بریم بدون معطلی تو کارش. Man, what are the odds of that happening? You take your time. اولین جملهمون you take your time. Or take your time. عجله نکن. جویی و راستانا صحبت میکنن. جویی نگرفته که ارسلا و فیبی که دوتا خواهر دوقلوان تولدشون توی یه شبه دیگه. داره تعجب کرده از این قضیه. راست بهش میگه که you take your time. عجله نکن. You take your time. Take your time. هر جفتشو میتونید استفاده کنید. حالا اینجا که به شوخی بود، ولی زمانی که یه نفر داره یه کاری انجام میده، میخوای بگی که تو انجام اون کار عجله نکنه، میتونی از این جمله استفاده بکنی. مثلا دوستت داره یه تصمیم میگیره، بهش میگه که you take your time. Take your time. عجله نکن. سر فرصت فکراتو بکن، تصمیمتو بگیر. Please take your time. Take your time. Please take your time. Take your time. یه نفر داره یه کاری انجام میده، بهش میگه take your time. You take your time. عجله نکن. با همون سرعتی که داری انجام میدی کارتو همون شکلی انجام بده. وقت هستش. What are the odds of that happening? What are the odds of that happening? چقدر احتمال یه همچین اتفاقی هست؟ جویی که نگرفته ارسلا و فیبی تولدشون توی یه روزه، میگه که What are the odds of that happening? چقدر احتمال یه همچین اتفاقی هست؟ Taking Ursula tonight. It's her birthday. Whoa, whoa, whoa. What about Phoebe's birthday? When's that? Oh. Tonight. Oh, man. What are the odds of that happening? حالا ما چجوری میتونیم استفاده کنیم؟ مثلا یه دوستیو که سالها ندیدیش توی مهمونی میبینیش. What are the odds of that happening? چقدر احتمال یه همچین اتفاقی وجود داره؟ یا یه چیزی میخواستی، دوست داشتی، لازمش داشتی، به کسی نگفتی ولی یه نفر برای تولدت میخره. What are the odds of that happening? چقدر احتمال یه همچین اتفاقی وجود داره؟ But what are the odds on that happening again? But what are the odds on that happening again? Is that what this is about? Is that what this is about? دلیلش اینه. بابای راست داره باش صحبت میکنه. حالا راست اصلا داستانش چه چیزی است؟ راجع به پدر شدن استرس گرفته. بابای راست فکر میکنه که این چون زمان بچگیشون خیلی وقت نداشته براشون، خیلی نبوده. راست الان داره به یه طریقی باش بیشتر وقت میگذرونه. میگه Is that what this is about? دلیل اینا اینه. این که تو داری با من وقت میگذرونی، سعی میکنی که یه تایمی با من باشی، این حرفا رو میزنی واسه اینه که بیشتر با من باشی، واسه اینه که اون موقع من نتونستم براتون خیلی وقت بذارم. Is that what this is about? دلیل این اینه. Your mother really did the work. I was busy with the business. I wasn't around that much. Is that what this is about? No, dad, I was just wondering. Because it's time to make up for that. یا مثلا یکی بهت بدهکاره، داری باش حرف میزنی، هی داره میناله، وضعیتم خوب نیست، پول ندارم فلان اینا. تو در نهایت متوجه میشی که برای اینکه فعلا نمیتونه پولتو بهت بده داره این حرفا رو میزنه. Is that what this is about? دلیل اینا اینه. این حرفایی که همش زدی دلیلش این بوده. Is that what this is about? Is that what this is about? Is that what this is about? Go like this. اینجوری کن. یعنی چی؟ با بدنت میخوای اشاره بکنی که یه نفر یه کاری رو انجام بده. این دوتا دکترها دارن با همدیگه صحبت میکنن. این یکی با اون یکی میگه Go like this. اون یکی لای دندونش یه چیزی میخواد بهش بگه که اینجوری بکن. اینجوری بکن. Go like this. They're fine. Go like this. یه نفر یه چیزی رو صورتشه بهش میگه Go like this. اینجوری کن. مثلا این لکهه بره. یا سر کلاس ورزش معلمتون میخواد یه حرکتی رو بگه، بگه که مثلا با پاتون اینجوری کنید. Go like this. اینجوری کنید. خیلی شیک و قشنگ. یه چیزی که خیلی به کارمون میاد داریم یاد میگیریم.
Dip your tea like this. Go like this. Go. Dip your tea like this. Go like this. Go. Would you excuse me for a second? میشه یه چند لحظه منو ببخشید؟ یه جا نشستی با یکی، میخوای یه لحظه بری. میخوای به یکی یه چند لحظه منو ببخشید؟ میشه یه لحظه منو ببخشید؟ Would you excuse me for a second? Hey, would you excuse me for a second? Hey, would you excuse me for a second? توی یه جلسه هستی، توی یه مهمونی هستی، داری با یه نفر صحبت میکنی، یه لحظه میخوای بری، میخوای ازش عذرخواهی بکنی. Would you excuse me for a second? میشه یه لحظه منو ببخشید؟ ریچل هم پیش دکتر نشسته، میخواد بره سراغ مانیکا. میگه Would you excuse me for a second? میشه یه لحظه منو ببخشید؟ There's something that I've been meaning to tell you. Let me put it this way. بذار اینجوری بگم، اینجوری مطرحش بکنم. Put اینجا معنی express، بیان کردن، مطرح کردن یه چیزی. زمانی که یه چیزی رو داری به یکی میگی، حالا به یه دلیلی متوجه نشده، نگرفته، میتونی بگی let me put it this way. بذار اینجوری بگم، اینجوری مطرحش بکنم. ریچل داره از فیبی میپرسه که من برای تولد چی بگیرم، ولی خب چون پرسیده فیبی متوجه نشده، غیر مستقیم پرسیده، به فیبی میگه let me put it this way. بذار اینجوری بپرسم، یعنی دیگه میخواد مستقیم ازش سوالو بپرسه. So Phoebs, what do you want for your birthday? Well, what I really want is for my mom to be alive and enjoy it with me. Okay. Let me put it this way. Anything from Crabtree and Evelyn? Oh, bath salts would be nice. Oh, okay. با یکی رو درواسی داری، هی داری خواستت رو به شکل‌های مختلف مطرح می‌کنی. در نهایت میگه let me put it this way. بذار اینجوری بگم. دیگه رو کرو راست میگی که چی می‌خوای. یا اینکه داری یه چیزی رو به یکی توضیح میدی. گفتم وقتی دارید یه چیزی رو به یکی توضیح میدید، حالا به یه دلیلی متوجه نشده، میتونید به یکی let me put it this way و بعد به یه شکل دیگه ای براش توضیح بدید. پس اول جمله تو میتونید اینا بگید. Let me put it this way. Let me put it this way. میخوای بری بیرون، میگی برم یه دقیقه لباسم عوض بکنم. Let me change. Let me just change. بذار برم لباسم عوض بکنم. مانیکا و ریچل میخوام برم بیرون. ریچل میگه که let me just change. فقط بذار برم لباسم عوض بکنم. پس توی یه همچین موقعیتی که میخوای بگی برم لباسم عوض بکنم، خیلی راحت میتونی از همین جمله استفاده بکنی. We'll be right down. Thank you. What? We forgot to sign one of the admissions forms. Oh. Okay, you're right. You're right. This was just not worth it. Thank you. Okay, let me just change. Yes. Cool, let me just change. Cool, let me just change. این دو تا جمله رو جابجا میتونی استفاده بکنی. You got a minute? Do you have a sec? یه دقیقه وقت داری؟ یه لحظه وقت داری؟ فیبی اومده به ارسلا میگه. You got a minute? یه دقیقه وقت داری؟ You got a minute? Yeah, I'm just working. نینا اومده دم اتاق چندلر میگه. Do you have a sec? یه لحظه وقت داری؟ Sure, Nina. پس کلن وقتی که میخوای بری با یکی صحبت بکنی، میخوای یه دقیقه وقتشو بگیری، اولش میخوای بگی که یه لحظه وقت داری، از همین دوتا جمله میتونی استفاده بکنی. Hey Jack, do you have a sec? Whose turn is it? نوبت کیه؟ راس و چندلر دارن اسکرابل بازی میکنن. چندلر میخواد ببینه که نوبت کیه. میگه whose turn is it? نوبت کیه؟ Okay, whose turn is it? Yours. I just got 43 points for kidney. داری با دوستات بازی میکنی، میخواد ببینی نوبت کیه. Whose turn is it? تو باشگاه دارید از وسایل نوبتی استفاده میکنید، میخواد بری تردمیل بزنی، میخواد ببینی نوبتت شده. Whose turn is it? نوبت کیه؟ Whose turn is it? Let me put it this way. خب این قسمت از این جملات هم تموم شد. امیدوارم که این سبک پستا خیلی براتون مفید بوده باشه. اینجوری کمک میکنیم که جملات سریا رو راحتتر و بهتر حفظ بکنیم، معنیاشون رو دقیق بفهمیم. حالا من سعی میکنم یه سری مثالا هم وسط بزنم که بیشتر متوجه بشید که چجوری میتونید از این جملات استفاده بکنید. ممنونم از همراهیتون. فعلا خدا نگهدار.